سلام دوستان، امروز یک مقاله رو داشتم میخوندم و دوست داشتم اطلاعات این مقاله رو با شما هم به اشتراک بذارم. و اما در ویدیو قبلی ما پرداختیم به انواع ستاره های نوترونی و یک سری تعریف های خیلی ساده در مورد هر کدوم از این نوع ها. اما امروز قصد داریم بپردازیم به بررسی کهکشان راه شیری، کهکشانی که ما جزء کوچکی از اون هستیم و داریم در اون زندگی میکنیم. و اما دوستان، قبل از این که بپردازیم به متن مقاله، ازتون درخواست دارم که اگر امکانش وجود داره چنل رو سابسکرایب کنید، چرا که به رشد چنل خیلی کمک میکنه. و اما بپردازیم به متن اصلی خود مقاله. و اما مقاله در ابتدا به این نکته اشاره میکنه که خورشید ما که در واقع یک ستاره هست و تمام سیاراتی که در اطرافش وجود دارن در واقع بخش کوچکی از کهکشانی به نام کهکشان راه شیری رو تشکیل میدن. کهکشان ها در واقع گروه بزرگی از ستارگان، گازها و غبارها هستند که توسط نیروی گرانش یک جورایی به همدیگه متصل شدن. اونها رو میتونیم در اندازه ها و اشکال مختلف یک جورایی در جهان هستی مشاهده کنیم. کهکشان راه شیری ما در واقع یک کهکشان مارپیچ میله‌ای بسیار بزرگ است. تمام ستارگانی که ما در آسمان شب می‌بینیم یک جورایی در کهکشان راه شیری خود ما وجود دارند. کهکشان ما کهکشان راه شیری نامیده شده چرا که وقتی اون رو در آسمان شب مشاهده می‌کنیم به شکل یک نوار شیری رنگ می‌تونیم اون رو ببینیم. شمارش تعداد ستارگانی که در کهکشان راه شیری وجود دارند یک جورای از موقعیت ما در کهکشان راه شیری بسیار دشوار هست. بهترین تخمین ها این رو دارن به ما میگن که کهکشان راه شیری تونسته حدود 100 میلیارد ستاره رو در درون خودش جا بده. در واقع این ستارگان یک قرص بزرگ رو تشکیل میدن که قطر اون حدود 100 هزار سال نوری هست. منظومه ای که ما درش داریم زندگی می کنیم همون منظومه شمسی حدود 25 هزار سال نوری از مرکز کهکشان یک جورای فاصله داره. در واقع ما داریم در حومه کهکشان راه شیری یک جورایی زندگی می کنیم. و اما همونطور که زمین دارد به دور خورشید می چرخه، خورشید هم به صورت پیوسته به دور مرکز کهکشان راه شیری می چرخه. به یک جورای خورشید 250 میلیون سال طول میکشه که بتونه یک دور رو به دور مرکز کهکشان راه شیری بچرخه. و اما مقاله در ادامه به این نکته اشاره میکنه که ما فقط کهکشان راه شیری رو میتونیم از طریق عکسهایی که از اون گرفتیم یک جورای بررسی کنیم. این به این معنی هست که ما هیچ تصویر کلی از کهکشان راه شیری در اختیار نداریم. خب در اینجا این سوال پیش میاد که پس چرا ما داریم فکر میکنیم که کهکشان راه شیری یک کهکشان مارپیچ میله‌ای هست؟ خب مقاله واسه پاسخ دادن به این سوال به این نکته اشاره میکنه که در واقع ما چندین سرنخ رو در اختیار داریم که اثبات میکنن کهکشان ما یک کهکشان مارپیچ میله‌ای هست، که در ادامه مقاله میخوایم به این سرنخ ها بپردازیم. خب اولین سرنخ از شکل ظاهری کهکشان راه شیری در واقع از نوارهای درخشان ستارگانی میاد که در امتداد آسمان در یک خط راست یک جورایی امتداد پیدا کردن. خب این دقیقا همون دلیلی هست که کهکشان راه شیری به این نامگذاری شده. در واقع این گروه از ستارگان رو ما میتونیم با چشم غیر مسلح در آسمانهایی که بسیار تاریک هستند هم یک جورایی مشاهده کنیم. این باند از ستارگان یک جورایی دارن استدلال میکنن که کهکشان راه شیری ما در یک دیسک صاف وجود داره. پس این اولین سرنخی هست که اساساً اثبات میکنه که کهکشان راه شیری ما یک کهکشان مسطح هست. و اما مقاله به عنوان سرنخ دوم و دلیل دوم به این نکته اشاره میکنه که چندین تلسکوپ چه بر روی زمین و چه در فضا یک سری عکس ها رو از کهکشان راه شیری گرفتن. خب این عکس ها در واقع دارن به این نکته اشاره میکنن که غلظت ستارگان در کهکشان راه شیری یک جورای بر روی یک نوار صاف یک جورای بیشتر هست. خب این یک جورایی داره اثبات میکنه که کهکشان راه شیری ما یک کهکشان مارپیچ هست. خب این عکس ها دارن به ما اثبات میکنن که غلظت ستارگان در واقع بر روی یک نوار در کهکشان راه شیری بیشتر هست. خب این یک جورایی یک دلیل کاملا قانع کننده هست که کهکشان راه شیری ما یک کهکشان مارپیچ هست،
چرا که اگر کهکشان ما کهکشان بیضی شکلی بود، ستارگان در سراسر آسمان یک جورای پخش شده بودند. اما ما در عکس ها میتونیم مشاهده کنیم که اکثر ستارگان بر روی یک نوار صاف وجود دارند که این یک جورای اثبات میکنه که کهکشان ما یک کهکشان مسطح و مارپیچ هست. و اما سرنخ سوم زمانی به دست میاد که ستاره شناسان از ستارگان جوان و درخشان و البته ابرهای هیدروژن یونیزه شده در قرص کهکشان راهشیری یک جورایی دارن نقشه برداری میکنن. خب این مناطق عمدتاً توسط ستارگان جوان و داغ یک جورایی یونیزه شدن و اساساً این مناطق تشکیل شده از الکترون ها و پروتون های آزاد هستند که هر دوی این عوامل نشانه از وجود بازوهای مارپیچ در یک کهکشان مارپیچی شکل هست. بنابراین نقشه برداری از اونها یک سرنخ قانع کننده هست از این که کهکشان راه شیری ما در واقع ماهیت مارپیچی شکل رو داره. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که در طول سالهای مختلف بحثای بسیار زیادی وجود داشته که کهکشان راه شیری ما دو بازوی مارپیچ داره یا اینکه چهار بازو، که آخرین اطلاعات نشون میدن که در واقع کهکشان راه شیری ما چهار بازو رو داره که در تصویر زیر هم میتونیم این چهار بازو رو به صورت شفاف مشاهده کنیم. و اما آخرین سرنخ زمانی به دست میاد که ما بدونیم ستاره شناس ها یک جورای در حال جمع‌آوری میزان غبار موجود در کهکشان راه شیری و البته رنگ‌های غالب نوری که ما میتونیم در کهکشان ببینیم رو یک جورای در حال اندازه‌گیری و ثبت هستند. خب دانشمندها این اطلاعات رو با اطلاعات کهکشان‌های مارپیچ معمولی که در سراسر دنیا یک جورای در حال رصد کردنشون هستند مطابقت میدن که در مجموع میتونیم به این نتیجه گیری برسیم که در واقع کهکشان راه شیری ما هم یک جورای یک کهکشان مارپیچ هست مثل هزاران کهکشانی که در سراسر جهان هستی ما میتونیم اونها رو رصد کنیم. و اما در ادامه مقاله اشاره میکنه به این نکته که در واقع در جهان هستی ما میلیاردها کهکشان وجود داره که ما فقط 3 تا از این کهکشان ها رو با چشم غیر مسلح میتونیم مشاهده کنیم. نزدیکترین کهکشانی که ما میتونیم با چشم خودمون اون رو مشاهده کنیم در واقع ابرهای ماژلانی بزرگ و کوچک هستن. خب این دو کهکشان در واقع یک جورای قمرهای کهکشان راه شیری به حساب میان که ما میتونیم اونها رو از نیمکره جنوبی کهکشان راه شیری ببینیم. خب این دو کهکشان حدود 160 هزار سال نوری از ما فاصله دارن. و اما کهکشان سوم هم کهکشان آندرومدا هست که یکی از بزرگترین کهکشانهایی هست که در نیمکره شمالی کهکشان راه شیری قابل مشاهده است که حدود 2.5 میلیون سال نوری از ما فاصله داره و یک جورای دانشمندها پیش بینی میکنند که این کهکشان یک جورای 4 میلیارد سال آینده به کهکشان راه شیری ما برخورد میکنه. خب دوستان این مقاله بود که من امروز انتخاب کرده بودم واسه مطالعه و اما در انتها باز ازتون درخواست دارم که اگر امکانش وجود داره چنل رو سابسکرایب کنید، چرا که به رشد چنل خیلی کمک میکنه. و اما خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید.